به نام خدا. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم با یک برنامه از سری برنامه مهمانی. ولوین دراز کشیدین، خسته این، چرت میزنین، تعطیلات طولانی شده، نمیدونین چی کار بکنین. خیلی جالب اینا هم شید چه خواب خواهی. اشاره نکن به ما، اشاره نکن آقای تماس. با دست حرف نزن آقای دش بابا. چی شده؟ با دست حرف نزن. روبرو، روبرو. روبرو نگاه کن، روبرو. روبرو چیه؟ روبرو نگاه کن، روبرو دارم نگاه میکنم، چیزی نگاه. بر نگر سمت ما، بر نگر سمت ما. همینجور روبرو نگاه کن. بالا نه. این شمال غربی آمو رو بدو. آی طهماسب ما زیر نظریم، خواهش میکنم هر چی میگیم گوش بده. زیر نظریم؟ بعد خودت میگیم آقیدش. کی پلیس؟ نه خیلی نه کاش پلیس بود، کاش پلیس بود. آی طهماسب همون حرف بزن دیگه، در مورد مهمونی چقدر خوبه است، بریم عید دیدنی، از این همه حرفا بزن. بریم زندگی خوبه و الان چطور بده؟ زندگی خوبه. میتونه اینطوری حرف بزنه با آره آروم آروم. سرمو تکون ندم. آره آره سمت ما نچرخ. قاتله کی؟ کاش قاتل بود آقیده. چی؟ آندر دی ریداریم. چی هست؟ صابخونه. صابخونه؟ صابخونه ما؟ نه. آقا ما مهمونی دعوت بودیم. خب صابخونه اونجا تا اینجا دنبال ما اومده. آها اومده اینجا. آره فور سرمونه. نه نه نگاه نکنی یا. نمیتونم بعد ببینم نه چیه. نه نگاه نکن. چی نگاه کن؟ آره چند بار رو نگاه می‌کنم. نه نه بدون نگاه کن. چی داری؟ نه نه اوه اوه اوه. اینه. آره ببچخ. آیدچ. بله بله. فکر کن اینک دودی زده تو شب که مثلا ما نشناسیم. ما رفته بودیم یه مهمونی. بعد داشتیم اجرا می‌کردیم خب؟ روبرو نگاه کن آقیدچ. بعد ما گفتیم که وای چقدر خسته شدیم، یه چیکه یه زی آب به اون بدین. بعد یه آقا اومد گفت که بفهمید بفهمید آب بفهمید بفهمید. بعد میدوید میدوید لیوان آبو می آورد. خب خوبه که. آره خوبه. تا اینجا خوبه. تا اینجا خوب بود. بعد گفتیم وای یه زی دهنمون خوش شد، یه میوه چیز بذاری ما بندازیم تای حلقمون. یعنی میوه نذاشته بودن؟ بعد ما نذاشته بودن. بعد آقا این ناراحت شد گفت وای من فراموش کردم برای شما میوه بذارم. خاک تو سر من. خاک خودشو میزد. باورت میشه آقای تماس؟ آقا نگاش نکن، برگرد اینوری دیگه. رو بدو آقیدش. ببینم چه شکلیه، چه جوریه. بعد آقیدش نارنگی ها رو دونه دونه میکرد، میذاشت تو بشقاب، میذاشت جلوی ما. خب میگه بفرمایید بخورید، بخور بخور. خب خوبه که. خوبه، بله خوبه. بعد دوباره رفت یه سری دیگه میوه آورد. گفتیم ما شرف پذیرایی همینه دیگه. خب ما گفتیم خوردیم. گفت نه من باید جبران کنم. چیو جبران؟ شما دارین تعارف میکنید، من میوه نذاشتم جلوی شما خیلی بد شده، باید جبران کنم. دوباره یه سری دیگه میوه آورد، همه خیارا رو پوست کرد. گفتم من خیار سه تا خوردم کافیه. گفت نه موز. آقای دشمن اندازه میزد رو خیار، میگفت بفرمایید. یعنی به زور بهتون میده. گفتم آقا دل درد گرفتم. گفت دل درد گرفت، اجازه بدیم برم عرق نعنا، برم الان عرق نعنا بگیرم بیام. گفت آقا نمیخواد، نمیخواد، ول کن. آقا دش من اندازه یه میمون آمازون موز خوردم فقط اونجا. خودت خوردی؟ بعد به زور میکرد تو گلوم. آقا یه اشتباهی که گفت وای من عاشق موزم. آها میخوای من بگم بیا تو؟ نه 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 خب باشه. چه ایراد داره؟ آقا ایراد داره، آقا ایراد داره. آقیدش با محبته که. آقا چه محبتی؟ آخه من بهش گفتم، داشتم این گلا رو نگاه میکردم اونجا، گفتم به به چه گلای قشنگ. گفت اه گل دوست دارین؟ اجازه بدین. آقا کشون کشون منو برده گلخونه. میگم آقا مگه نمیخوام الان اونجا بخونم؟ مهمونا منتظرن. گفت نه شما خودت مهمتری، علاقه به گل داری؟ بفرمایی گلدون مال تو. اینم مال تو. بیا این گلم مال تو. این گلم مال تو. گفت آقا نمیخوام، نمیخوام. اصلا من به گل آلرژی دارم. گفت آلرژی داری؟ اجازه بدیم برم قرص ضد آلرژی بیارم. گفت آقا ولم کن. بذار من زندگی عادی ما بکنم. ولم کن. من آقا ایدچ گفتیم ما باز دنم یه زی خوش شده. یه زی چایی دارید ما بریزیم تگ گلمون. رفت چایی آورد. یه استکان. ریخت رو نلبکی فوت میکرد. فوتش میکرد که خونک شه بعد آمون. گفتم آقا ما خودمون بلدیم فوت کنیم، دهن داریم خودمون. گفتیم قندش کو، قنده دارم آورد. خوب این دوست داشته، دوست داشته مثلا به شما محبت. خب یعنمون بکن. اندازه ای داره، اندازه ای داره. آقا اصلا من ریو رفتم برم دستشویی. گفت خب اجازه بدید مایع و من بریزم رو دستتون. آها اینجوری سخته. آقا مایع ریخت دستم و یه بار شستم. گفت فکر کنم خیلی راضی نبودید از مایه، اجازه بدید برم صابون بیارم. گفتم آقا تمیز شد دستم، رفته صابون آورده صابون با صابون دستم رو شستم. گفت احساس میکنم دلچرکینید، هنوز فکر میکنید دستتون تمیز نشده، بذار برم الکل بیارم. گفتم آقا ولم کن، اصلا انداختمش بیرون. گفتم من کار شماره دو دستشویی دارم، برو بذار ولم کن. در قفل کردم، یه صندلی هم اونجا بود گذاشتم پشت در که خیالم راحت باشه نمیاد. گفتم آخی بالاخره دستشویی شد جای آرامش. آها. دست بردم کمربند، دیدم از بالای پنجره اومد بالا، گفت
چیزی نمیخوای؟ میگم کی ممکنه بخواب تو دستشویی؟ دست از سرم بردار بذار کارم رو بکنم در آرامه خب خدا. ببین فیلم اینجوری که نمیشه، این که مثل این نمیره ها. هستشن اتاق ایدهش؟ من بگم بیاریمش تو باشه. نه آقای ببین ما یه آهنگ فقط اونجا خوندیم، یه دونه. چی خوندی؟ باورت نمیشه چی کار کرد. شاید آهنگ اینقدر قشنگ بوده به دلش نشسته. خب همون دیگه آقا گوش بده ببین چی خوندیم و اون چی کار کرد. آمدیم بشنویم؟ بله 2 1 let's go. ساعتی با چشمات قلبم نمیای آلبوم یه نام عاشق نمیخوای ساعتی با چشمات قلبم نمیای خوششون اگه آلبوم یه نام عاشق نمیخوای خب خوشش اومده. تموم شد گفت ساعت میخواین؟ گفتم بله. گفت بفرمایید ساعت. ساعت از مچش باز کرده داده به ما. بعد گفتیم نه آمو نه نمیخواید. میدو گفت اینو نمیخواید؟ ساعت دیواری رو کند اوور داد به ما. گفتم نه عزیزم این تو آهنگ میگم ساعت دیوار چه نمیای نمیخوای. میگفت نه شما فکر کنیم من نمیخوام ساعتم بدم به شما. رفته ساعت بابا بزرگ شاید دستش وا کرده داده گفتیم به ما. نه نمیخوایم بعد این سخت این نه اینجوری دیگه پذیرایی هم اندازه‌ای داره. تو اینجا بابا دنبال ما اومده که ما جای امن و نرمی بریم. گفتیم ما اصلا یه جا دیگه اجرا داریم، عجله داریم، باید بریم. گفت خب من اجازه بدید همراهیتون کنم. گفتیم خب میاد تا دم در. باز تا اینجا اومده ای تماس. یعنی نگفتین اینجا خونتونه؟ نه تازه ما بهش گفتیم که به شما همینجا باشید، نمیخواد زحمت بکشید. گفت نه خب من اگه شما دید بعد باید تک زنگ بهم بزنید، شب با هم حرف بزنیم ببینیم حالتون خوبه حالتون بده. چیکار باید بکنیم؟ این بعد یه کاری بکنیم بترسه بره. آقا این بعید میدونم بترسه. برم بزنمش. تماس من بدم نمیاد واقعیت میدونی آقا بدم نمیاد ها. بس برم بزنم. ولی یه چیزی بله میترسم یهو بگه بقیه فامیلاشون هم بیان بریزن سرتون ها. او راست میگی. خب چرا اصلا چرا باید بزنم؟ چرا باید بزنی؟ میخوای الکی من شماها رو بزنم. آها اصلا آره نه این کارو بکن اصلا واقعی بزن ما. نه واقعی بزن ببینم خلاص شم از این زندگی. مثلا من یه سوری میذارم شما مثلا چیز بشین من کس از من میگه. آره این خوبه. آره عالیه. ببین رفت؟ رفت شاقیدش. خب خدا رو شکر. آره مثل فکر کنم جواب داد. راحت شدید. تو مال من نشتی، تو عشق من نشتی، تو جان من نشتی، به هیچ کی تو رو نمیدم، مال منی. قیمه خانم، قیمه جان، من عشق تو هم، ولی زنجیرم نکن، please give me my freedom, please نانا، please. عزیزی گرد، عزیز پنبهی، عزیز نرمکی، عب کچلو، مشملوی قیمه، جان قیمه. آخیش جون مادرت بدم که من فقط کمک بیم زواد هستم. چی شدی؟ خوبی؟ خوبی؟ Thank God, Brother, جیگر I'm hostage. چی؟ منو گروگان گرفته. چی؟ او الان اینجا وضعیت گروگانگیری؟ Yes of course man. تو گروگانی؟ Yes of course man. خب اجازه بدید همه آرامش خودشونو حفظ بکنن. Thank God. مادر قیمه جان اینجا محاصره است. همه اسلحه ها به طرف تو نشونه گرفته شده. لطفا منو در شرایطی نذارین که بین یکی دو یکی دیگر انتخاب بکنم و اینا اصلا دوست ندارم. چون من پروفشنالم. پروفشنال. Everybody listen and repeat. Professional. پروفشنال. دیگر درسته که تو حرفه‌ای و پروفشنالی، ولی ما خیلی به هم نزدیکی. اگه شلیک اتفاق بیفته ممکنه
اجازه بدید من در آرامش باهاتون صحبت بکنم. خب مادر قیمه، اگه شما به عنوان گروگانگیر به من اجازه بدید، من اول مذاکره باید از سلامت گروگانم مطلع بشم. بله اجازه بدید گروگان یه آوازی بر من بخونه، اصلا ببینم همون بابعیه که من میشنسن. هم بخون برادر. من الان چی بخونم؟ میگرم برادر. میگم چی بخونم؟ جیگرم. میدونم الان محبت در جب خریه این گیر. جیگرم جیگرم. اوکی اوکی گیرم الان چه بخون بخون ببینم خودی سالمی. Every night in my dream I see you, I feel you. تایتانیکی؟ اینجوره. من تمام وضعیت عاشقانه است. باید یه چیزی میخونی که من بساز کنم تو حتی فشار هستی. من تو فشارم. خب من معلوم نیست. ناشاش ناشاش ناشم من دنگی کشم من بابا ای دکترم من تحت فشار برم من بابا ای دکترم من بجرد کمکم کنم. این مال من است. اجا چگون نخور. این همه اون من اینو خواستم. این مال من است. ولی میفهمم میفهمم. ولی ببینی شما باید یه درخواستی از من بکنی که من اونو بتونم برای شما اجابتش بکنم که شما بابایی رو آزاد بکنید. آزادش نمی کنم. نمی کنم هیچ جا بده. این مال من است. خواهش می کنم وضعیت رو سخت‌ترش نکنید. 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 اصلاحتون رو بذارین زمین. بابایی رو بذارین بره. ما با هم صحبت می کنیم. همه خواستهای شما رو ما در نظر می گیدیم. نمی جانم. این مال من است. این خیلی خوب است. عاشق خوب استم. اینجا رو آتیش میدنم. I'm not your slave. من برده تو نیستم. دوستم داشته باش. میفهمم. من عاشق خوب ولی آزادی با به من پس بده. بله میفهمم. میفهمم. Give me my freedom man. Give me. هاستج قیمه خانم، آخه بابایی ما تازه اومده، میخوایم باش بشینیم حرف بزنیم. تازه اومده؟ از آسمونا برای من اومده. چرا از نه این بچه خیلی خوبیه. خیلی خوب است. عاشق خوب است. شما دوستش داری؟ تماش من خیلی اینو دوست دارم. از بچگی همه اوم آرزوی من بوده. من اینو خواستم. تازه خارجی هم حرف میزنیم. بعضی ها دیدم. من دیدم بعضی ها خیلی دوست دارن که یه چیزی رو داشته باشن. آهان. منم دوستش دارم. منم عشق دارم بهش. ولی من آزادیمو بیشتر دوست دارم. میفهمم. Everybody listen and repeat. Freedom. 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 به این وضعیت خیلی الان متشنج و مشوشی. تو باش سعی کن چیز کنی الان این عاشقی گروگان شدی. بسه من رو صحبت میکنم. من میتونم خواهش بکنم که بابایی رو اجازه بدین که آزاد باشه اینجا. به این که همش بخواییم بغلش بکنید پیش خودتون باشه، این ناراحت میشه. آره با همین لحظه باشه. تمام دوستش دارم. این گلوله پوله به نظر من دیگه مذاکره بسی. بگم شلیک بکنه؟ نه. کی شلیک بکنه؟ شلیک بکنه تموم شه این بسات. دیگه بسه. دیگه ما به اندازه کافی صرف کردیم. I agree. I agree. اگه شلیک اتفاق افتاد، اگه گلوله اشتباهی به من خورد، من سجاب کاهوی تمیز دارم. که اینو بده به میس بابایی. میفهمم میفهمم. ناراحتم برای ممکنه یه اتفاق بیفته. ممکنه شلیک بکنیم کشته بشه. بگی شلیک کنم. بچه ها خواهش میکنم. من اگه دست بر نمیدادم این عشق من. قیمه خانم قیمه خانم ما همیشه با هم زندگی کردیم دیگه، درسته؟ اینطوره. همه با هم دیگه، هر کی مثلا کار خودشو انجام میده، هر کی زندگی خودشو داره. اینکه شما یکی رو بخوای نگهداری خوب نیست. بله به زور اونه زن. آره. من بچه راحت باشه اگه اجازه بدی.
ولی از عشق زنجیر نساز، بذار نفس بکشم. بلی. به نظر من دیگه کفایت مذاکرات رو اعلام بکنیم، بگیم شلیک بکنه. نه کوچی شلیک بکنه، خبری نیست، تو خونه ایم، محاصره است اینجا، همه اسلحه و شلیکی شده. دیگه تموم شد اون ماجرا، تموم شد. نه نشده، هنوز گروگان دست گروگان گیره. چجوری این ماجرا تموم شده باشه؟ تموم. گروگان دست گروگان گیره. شما قسمت رو بعد بگیم. من گیرم هنوز، من اینجا گیرم. قیمه خانم، قیمه خانم، اصلا دیگه قیمه خانم، زشته این کارا. دستا جا برای من اینطوری توی تو هوا نبدا، فلفل میره جرو دستتا. جدا شد، بگم شلیک بکنن، این خود از گروگان جدا شد. قیمه خانم، خواهش مون، اجازه بدید من این بچه رو بیارم اینجا. یه لحظه، یه لحظه. یه لحظه، نبدیشا. نه همینجا، کجا بره؟ پیش ماهاست. ببین قرار قیم خانم ایشون اینجا بمونه. بغل تو کنم اینجا؟ آره قرار اینجا بمونه. اگه برادرم اون میشه بغل کنم؟ بله بغل کنم. تو آزاد شدی. هاگ می. بله گفتم ما پروفشنالی. من گفتم ما پروفشنالی. I agree. I agree. بیا. بله بله. بیا. بفرم. I agree. قیب خانم منو فشار داد، من دو تا گنبولی ازم افتاد بیرون، اب نداره؟ فدای سره، فدای سره، فدای سره. قیب خانم من میگم یه سه خوشمزه درست بکنی، اینم بچه هم گرست نشه. من میتونم با آره آره، فقط قبلش من میتونم با گروگانگیر یه خود حرف بزنم به وضعیت متعادل روحی برسونم. گروگانگیر دیگه مشکلی نداره، مشکلی داری ندی که مشکلی نداره که. نه بعد مذاکره بشه، من مطمئن بشیم که اینجوریه تا بگم مو از محاصره در بیاد اینجا. خب بیا صحبت کن، مشکل نداره. من خود شما عقب باشین خودی؟ دیگر بله بله. You are so professional man. بله بله من پروفشنال دیگرم. میدونم عجب خریه بابا. ببینی مادر جان قیمه، شما این چیزایی دوست داری؟ میفهمم، من همه اینا رو میفهمم، دوست داشتن من خیلی خوب میفهمم. به شما حق نداری یه چیزی صفر بگیری بقیه خود که باعث آزار و اذیتتون بشه. شما باید خود به خودت مسلط باشی، هر چیزی که دوست داری نباید صفر بگیری بغل بکنی که بذار من اونو دوست دارم و فلان بکنم و اینا بکنم. چقدر آروم هست، فقط لطفاً اسلحتون رو بذارین زمین و یواش بیم بیرون، وگرنه میگم شلیک بکنه. اسلحه چیه؟ اسلحه شو بگو بذار زمین. آیه بگو اسلحه تو بذار زمین. تو موقع پذیرایی کم توجهی هم چیز خوبی نیست، یعنی به مهمان توجه نکنیم که حالا چیزی خورد نخورد. شما فکر کنم برای همین ناراحتی، درست میگم فامیل دو؟ من آخه مهیده که اصلا دیگه در مورد مهمان سعی میکنم فکر نکنم. میدینی از قدیم گفتن مهمان که از در بگذرد چه یک قدم چه دو قدم، آب که از سر گذشت چه یک وجب سرنام چی چی؟ نه اصلش که آب که از در گذشت، آقای مهیده با مهمانو به جای آب اضافه کرد. آقای رج. بله. آقای رج. بله بله. آقای رج این گلگاب زبونو دم کردم، چایی هم روش دم کردم، یعنی دو تا قوری رو هم گذاشتم. اشتباهی چایی نریزیم به جای گلگاب زبون، گلگاب زبونو بریزیم به جای چایی. چش. جلسه گذاشتین اینجا؟ ما نه، ولی ببین فامیل دو، این گلگاب زبون بی نظیره. آقای مجری من قبول دارم بی نظیره، ولی قوری گرگاب زبون درشو وقتی برمیگردونی یه قوری چای میذاری روش، اون در تحمل نداره. آقای مجری من نمیدونم شما به این خانم سفید هاری بکنید. آقای فامیل دور، من هیچ دری روی اون یکی در نذاشتم، من در رو در نمیذارم، من همینجوری خالی گذاشتم. خانم سفید محترم نمیشه که اونجوری قوری میره اون تو کج میشه، قاطی میشه. نه اصلا کج نمیشه، ما همیشه گرگاب زبون با چای اینجوری میگاتی. کت خانم چی میگی تو؟ منو نوت خرابم که اومد، دیدی منو بای رج خان فدات شم، شبنم رو لپات شم، لپات شم. بله و فامیل دور عزیزم هم که اینجاست. با اینجا هم که کاروانسراست، هر وقت که بخوای سرت به نزد باخیم بیای داخل، هر وقت بخوای همجوری بری خارج. آقای محترم، آقای خراب، من به شما گفتم میخوای بیای داخل، یه نوک به در بزن را آخر. من نوکرتم، من شاید فراموش کرد، حالا یه بغلی به من بده. نه 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 برو برو عقب، خیلی بگم برو عقب، بیا دیگه. نه قربونت برو عقب، برو عقب. من همینجوری از راه دور به شما عراقه غربی دارم، بفرمایید خواهد بلد شم. شما به کارتون برسی ایرج خان، شما با فامیل عزیز به کار. من ببقید.
کت خانم فامیل خب یه بار بغلش تو چی یه بار بغل کردم دیگه یه جوری میگه آخه چراغ کی بغل کنم من پنیر منی ندارم یه دقیقه صبر کن من حرفمو بزنم میگم من پنیر منی ندارم اینجا بوتو بدم نمیخوام پنیرم نخوردم ها کنم پنیر نمیخوام ببین چی ها من یه مطلب مهمی رو میخوام بهت بگم ولی به کسی نگی بین خودمون بمونه چی شده چی شده من چند وقتیه که جان چه خبره آقای مهیری خوب هستی؟ خوبه خدا رو شکر راستی این هفته جلسه ساختمون رو گفتم آره بیا تماسمون باشه من چند وقتی که با یه نفر آشنا شدم ازش خوشم اومده ببین بخ 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 خیلی خوشگله گرده کله با چاپشوق بابا چرا میخندی چرا میخندی بابا من میگم از یه نفر خوشم اومده منو داره میگه آقای مهیری گرده کله پاچاخچی جان چی گفتی؟ نه. جانم آقا یه با یه قاچاقچی گرده کرده میگه آشنا شده آقا شما چیکار شما به کارتون برسی چقدر قشنگ کت خانم جان من عاشق شدم عاشق شدم این بابا عاشق شدم چند سالشه؟ 190 سالشه چند سالشه؟ 163 163 خوب سنی هم انتخاب کردیم برای عاشق بهترین سن برای ازدواجه دیگه بهترین سن 163 سالشه؟ من یه چیز سنو اینو بالا کت خانم چرا آروم بگی؟ چی هست تو رو بگو دیگه وای بیلا برسه بگو دیگه خب میذاری نگاه کن من یه چیزی هم براش خریدم نگاه کن آروم چی خریدی؟ ببینم چی خریدی؟ چی خریدی؟ ببینم چی خریدی؟ طلایی اسمش رو روش نوشتم میخوام برم بزنم زیر پرش بیاد تو سر نوشتم آقای خراب ببخشید ببینم اون جان اون حرقه رو ببینم جان اون حرقه که گرفتی میخوای دفعی کنی بیاد بسر نه ببینم نه حلقه چیه؟ یه دقیقه بده ببینم اونو کارتون برسیم ولی دوستش گرفته اونو از کجا پیدا کردی شما؟ بله ایرج خانم که اینجاست بله. چه سوال درستی پرسیدی بله. از کجا پیدا کردی؟ اونو از کجا پیدا کردی؟ البته منظور که میفهمیدی هستی ایرج خانم آدم فهمیده رو از سوالاش میشناسم بله. چقدر بله. درست چقدر. از کجا پیدا سوال چی بود؟ از کجا پیدا کردی؟ اینا شاید برای منه اجازه بدیم من شاید و کاری نداریم که از کجا پیدا کردی؟ باید ببینیم اینو از کجا پیدا کردی؟ چه سوال بذار یه ذره فکر کنم فکر یادت نمیاد فکر کدوم بود ازن؟ فکر الان بگو نمیدونم از کجا پیدا کردم چقدر پاسخ شیوایی دادی آدم فهمیده از پاسخهای شیواش میشناسن ببین من بلندشم جا نه بشین آقای مهیری نه بشین از کجا پیدا کردی اگه طلاس این فامیل دور ببین طلاس بله برای نگاه ببینم چی آقای خرابی بله بیا مرغه آقای فامیلتون هر چرا میگم بیا نمیاد بیا اینجا کارآقا رو چجوری صدا میکنم میگم بیا داخل بیا تشریف میگم تشریف بیارید تشریف بیارید اینجا حرام ریخته واقعا دستت فامیل بذار ببینم چیه بفرما ببین دیگه بیا خب دیدی بیا دیدی بذار نه اینو وقتی ها بکنی ببرم این تلاس گاز بگیرش آقای مهیری ترای اصل آقای مهیری اینا از کجا دزدیدی بله از کجا برداشتی؟ نه این دزدی که بلد نیست چرا دیگه این بزلا ما نمیچسبه اینا یه جایی تو یه بچه ای هستی بعد ببینیم از کجا اینو برداشت من نوکر طبیعت شدم کجا برداشت؟ من بذار فکر کن چه سوال شیوایی پرسیدی آفرین از کجا برداشتم من مثلا بر نداشتم آها من برداشتم خوب. اینو من داشتم پرواز میکردم خوب تو کجا؟ کوچه رفتم بعد بره. یه چهارراه رو رد کردم ها. رفتم تو خیابون از بره. بالای یه مغازه رد شدم مغازه دوم رو رد کردم رفتم توی کوچه دیگه یه ذره استراحت کردم پیچیدم چهارراه بعدی رو رد کردم ببین نخوای بگی من میدونم با تو جان. نه میگم چهارراه سوم که رسیدم خوب دیدم که سر یه مغازه دوتا آدم بودن داشتن با هم یه حرف میزنن یه زن و شوهری بودن این میاد یا خود زنه این انگشته را تو دستش در آورد پرت کرد رو زمین دعواشون شده بوده اینجا بدشانسی میاره این شگون نداره اینجا نصی ما رو میگیری اون حلقه مال کسی دیگه است دوست من یه دونه حلقه این مردم رو برداشته بود همش میخورد زمین خراب تو اونجا بودی پسره تو اونجا بودی من بله
آقای مجری، آقای داغه دارم تازه شد. آقای مجری داغه دارم تازه شد. شما چه رفتی داره اصلا؟ تو اونجا بودی؟ یه زن و مردی گفتی سر کوچه وایساده بودن داشت در ماهم دیگه در رو بس میکرم راده؟ بله. زنه یکم چاق نبود؟ بله. یکم رباش باد کرده نبود؟ بله. یکم روپاش بیش از حد قرنبه شده باد کرده نبود؟ بله. این پیشونیش یه جوری نبود که اصلا معلوم نیست که خیلی عصبانیه؟ از بیرون که نگاه میکردی فکر میکردی که خیلی خوشحارم هست؟ بله. این مرد شبیه آقای مجری نبود؟ آقای مجری من رو دیده، آقای مجری که با دور از داره باید 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 داره گونه من رو این رو از هم گوشت داره داره باید پرد کرد باید داره باید داره باید داره که آقای مجری آقا چی برای خواهی داستان درست میکنی؟ آقا حلقه رو برده بیار، حلقه رو بده بینیم. از قدیم گفتن پول زحمت کشی به نخره به صاحبش برمیگرد. خیلی ممنونم. آقای دور چی داری میگی؟ آقای دور دستم دارم آقای دور فامیل دور اونو بده من. خانوما حس ششمشون خیلی خوبه. حالا من زنگ میزنم به خانم شما زنگ میزنم میگم حلقه به دست توی کوچه و خیابون را افتاده. آقای اون خانوما بی خودی صابون به درتون نمالی، این حلقه صاحب داره. سیزو خب این اصلا طلا نیست. طلا نیست؟ چیه؟ این طلا نیست. ترا نیست؟ نه این کلا نیست؟ اینه این قلابی هست، اصلا چیز مهم نیست. قرابی آقای مجری؟ آره این بهش دردی نمیخوره. اسم حکاکی نداره؟ نه پرام ریخته؟ واقعا دیگه پرام این قلابیه؟ اینو میخواستی بدیمش؟ بیا بیا برش ببینم آقای مجری ببینم این که بردی آقای شما پس چجوری این خرده طلاییو بدم که بیاد تو سر نمیشتم؟ نه من میخوام برم شما که میگفتی دور خانوم با خواهرش رفته ترکیه سفر و نیستش و اینا چطور یهو ظاهر شد رفت وقتی این طلا پیدا شد؟ آقای مجری، آقای مجری، من جریان دور و خواهری که تو اندرونی پشت درهای بسته به شما گفته بودم شما نماید اینجا در مرای آبوری من رو ببری. آقای مجری هیچی مشخص شد، هنوز اصلا با تکلیف اون معلوم نشده شما بخواه اینجوری قضاوت بکنید. این حلقه رو پرد کرد بعدش هم رفت دیگه. منظورم این برای این بچه بود. اون که اون موقع که تو ترکیه بود که اینو پرت نکرد، اصلا من که باهاش ترکیه نرفته بودم. من اینو امروز پیدا کردم، امروز برداشتم. ها امروز پیدا کردی؟ پس ما نبودی. آقای دوست شما چرا داری میدیش به اون اونو؟ اینجا دختر مجرد منم، برای چی به اون میدی؟ ما رو بگو اومدیم چی داریم مشورت میگیریم. کته خانم، کته خانم، ببین این یه حلقه علکیه، برای این پس هم سرش گرم باشه. پیش کار منم سرم گرم میشه دیگه. آقای رجی تو یه دونه از این انگشت بیلاوارس من میکنم ببینم چه جوری من چه سایز از انگشترمون من دیگه چاله برده. برای شما میخریم باشه؟ کی میخره؟ من میخرم. چرا؟ چی شد؟ چرا میخنده؟ آخه اینش اون مرتی که باید بگیره، شما نباید بگیری که. نه همینطوری علکی برای تو یه دونه حلقه میگیریم دیگه، دوست داری؟ میخوای من برات یه دونه آخه من چهارراه پنجم برم یا میخوای برات یه دونه بردارم بیارم؟ میخوای جان بایرچ خانم که اینجا فدات شم. من چا من اونجوری حلقه نفس نمیخوام، حلقه واقعی میخوام برای خودم باشه. چه شام ایرج ببین خاصی پول بهت میدم برو برای خودت یه حلقه بخر، فقط اگه دستت بکنی اون وقت دیگه کسی فکر همین فکر کنه تو چیزی ازدواج کردی دیگه. چشم آره شانس دبی میره، نامزد کرده میشی تو. آها مثلا اونجوری ایراد نداره. این پس تقلبی بود ها؟ 100%. آره ولی ببر بده بهش. آره اونو که 100% من میبرم میدم به. آره من اینو برای چی برداشتم؟ 160-170 اینا به بالا بده، اصلا مشکلی نداره. ما در خدمت شما هستیم. میلیون حلقه گل برای من کمه. خانم سفید یه روال از اون گرگاو زبونه میشه بر من بیاری؟ 100% براتون دورنگ میریزم. عجب از دست این آقای همسادو ما نمیم چیکار کنیم. خب پس همشون هم بین رفتن. کامل ماشینی افتاد تو دره یه پیچش هم حال ما واسه که خریده بودیم برای سرمایه گذاری توف هم کف دستمون نبود. آقا ما یه خورده پولم مانده بود برامون، گفتیم بزنیم تو کار کریپتو رمز ارز.
آن ارزهای دیجیتال. چون من به هر حال تو این کار تخصص دارم. بله تو کارهای دیجیتال من سررشته دارم. بله قشنگ دلار مولار رو جمع کردیم، اتریوم استدیم. آره از اتریوم این اتریوم یه نوعش. بله اتریوم تو ترید میکردیم. بله ترید میکردیم، تجارت میکردیم. اتریوم حذف شد. چی؟ حذف شد کامل. اونایی که خریده بودی همه؟ کامل از کیف پول دیجیتال ما حذف شد. الان توف هم ندارم، هیچی، دوزارم ندارم، رمز ارزم ندارم، هیچ. جالب ها، اصلا هم جالب نیست. کجاش جالبه؟ چطور شده؟ که اومده یکی چی کار کرده؟ اینو بال داره آقای همساده. جونو میخوام این دوستم رو بهتون معرفی بکنم. این دوستتون هست؟ بله مگسیه. ها مگسیه؟ مگسیه ماست. بله ای آقا کیسه؟ جو سلام علیکم. حالا من اینو بگم لحظه وای سلام من جونو جونو. صحبت میکنم. ها آقای همساده جون. این مگسی ما با سر رفته تو شیشه خوب. زبانش اصلا عوض شده، مثلا یه جور دیگه شده. مالی من نمیدونم مال کجاست. حالت خوبه؟ ها چطور بهتر شدم؟ من عقب بدم یه ایشی که ها دودی من نچتا چیزو من درد و بشتر اوتو بوزلم. ها دیلم نمیدونه که شو؟ من گفتم عشقونه بود نابود شد. چیکارش میتونیم بکنیم این زبانش برگرده درست حرف بزنه؟ شما که این همه دنیا رو دیدین؟ ولو چرا من همش تو چالشوش سخت قرار میدین؟ یه این مگسی با سر رفته تو شیشه است؟ این زبانش عوض شده. بعد شما توقع داری من فیلم مجلس پاسخ این سوال بدم؟ خب این چرا من با توی بقیه هست؟ نه برای که رفت تو حالت مثلا یه 4-5 ساعت اصلا بیهوش افتاده بود. میدونم خب من بیهوش بودم، بقیه بالاش سر من که خودم بیهوش بودم. تا حالا شده مگس ببینی تو سفراتون که مگس خواست؟ من خودم 4 سال مگس بودم. بله؟ 4 سال خودم مگس بودم. مگس بودی؟ من به دنیا اومدم بابام گفت سعی مزاحم خانواده است، اسمم از 2 سالگی تو شناسنامه که مگس. خب اصلا کل فامیل مگس صدا میکردن، گفتم سعی مگس اومد. یه شعر هم نوشته بود، دیدین اسم بچه ها رو می نویسن؟ بله بله. نوشته بود ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود می بری و زحمت ما می داری. مگس صدا می کردن. سال هفتم حشره کش بهم زدن، 2 سال تو کما بودم. سال هشتم هم بودن پایی لم کردن. چه میگه این واکی میگه؟ ببین اسم من که خوشگل هست، رفته تو شیشه دوده، اونور رفتن بود و نابود شد که اونور کشتن. اگه این روشو به دردتون میخوره من رو این پیادش. مگسی جونو. مگسی کاری داری با من؟ من بوده بگم این پنج رو بگی واکنم به آن شده برای ملا بره بیرو بوی گل میاد به آن. میفهمم کار کنم من نمیفهمم. پنجره رو باز بکنم؟ ها فامیل دور این پنجره رو باز کنی میخواد بره بیرون. واکه من برو جای دور. رفتش؟ آره میره. خیلی بازی کنم. من تازه میخواستم سر صحبت باش باز کنم. باش صحبت بکنی؟ خب بالاخره مگس هست، با هم 4 سال مگس بود، 2 حرف مگسی با هم میزدیم. با هم میزدیم؟ حالا جدی واقعا مگس بودین شما؟ 4 سال؟ یا رفتارشون خیلی. یا رفتارشون با اینجوری بوده؟ نه رفتارشون که اینجوری بود، ولی از سال سوم کامل مگس شدم. اول یعنی بالون تنجه زد. یعنی بالم در آورد. ها بالون تنجه زد. بعد دوتا شاخک در رو بردم، سال چهارم دیدم رو سقف نشستم دستام میمالم به هم. سال ششم تسه تسه صدام میکردن، اصلا ناقل بیماری شده بودم، خیلی اذیت شدم. حالا واقعا شما هیچ درمانی سراغ ندارین که این یعنی مثلا دکتر ببریمش چیکارش باید بکنیم؟ بم 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 ایرانجان هنوز بیدار هستی شما؟ سلام علیکم. ایشون پشه ما هستن. به آقای همساده رو میشناسی؟ امشب تو حشرات میچرخیم ها؟ اول مگس میاد بعد پشه و بعد هم یه سوسکی میخوان بندازید تو وجود. سلام آقای همساده جان. سلام حال شما خوبه؟ سلام آقا خوب هستین؟ سلامتی؟ سگی هم بال داره شما. هیچی بفرما مشغول بودیم بفرما. بله بله حال تو خوبی؟ همساده جدیدی هستن اومدن؟
نه این از دوستان بسیار قدیمی ما هست. بنیم و الان هم میخواییم باشون گپ بزنیم حرف بزنیم. شما میخواین برین استراحت بکنین؟ بیم هم استراحت بکنم؟ بله. چطور شما؟ من این وقتی استراحت میکنم که شما میخواین استراحت بکنین. شما الان قصد استراحت ندارین؟ نه دیگه الان مهمان دارم. این چی دستت؟ این شمشیره هست. دو ساعت پیش اصرار دارم که اینجا باشی، بعد احساس میکنم که اگه بهم بر بخوره بعد هاراگیری میکنه. ما حالا آدم دو دقیقه با ماجی رو صحبت کنیم. اول مگس میان، بعد هم یه پشه با شمشیر میاد. سامورایی، شمشیر سامورایی ها نیست؟ آره، آره، من چی گفتم این شمشیر دیگه، ما یه کسی میگه سامورایی داریم خب دوره. خطرناک نیست؟ نمیدونم. نمیدونم من دو ساعت پیش احساس میکنم که اینو باید داشته باشم، من احساس میکنم هر آن باید اینو من بکشم یا هاراگیری بکنم یا یکی بزنم. سیحان ما شانس ما یه پشه ماده اینجا هاراگیری شک ندارم شمشیر رو میکشی گردن ما میزنم. نه انشانس ما از ما انشانس ما شانس رو آدم خیلی خوب باجی نکو من اصلا نقشی نداشتم به جریان. نه 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 میفهمم میفهمم شما یه خوده منو چیز کن یعنی که چی بهش میگن دل به دل من بده این لحظات من بگذره یا حداقل بده بزنی بدم بزنی؟ ببین ایشون دوست داره وقتی که میادش پیش کسی میگه بده بزنیم یعنی اجازه میگیره. شکت این جمله خاطره خوی قدیمی تو ذهنم زندگی جالبه بده بزنیم بنی ما بچه بودیم یه آمپول زنی تو پلی کلینیک او بر خیابون ما کار میکرد. بله آجب اونم بود بله. هر کی رد میشد میگو بده بزنیم میخواست تمرین بکنه. بنی هر روز یه پنادور 1,200,000 به ما میزد یه تکنیک خاصی هم داشت این میگو بخواب بعد این موضع محترم یه دایره تصور میکرد شما فرض کن یه ساعت به 4 قسمت تقسیم میکرد رو ساعت 6 میزد بله. ما تا خوابیدیم ساعتها رو یه ساعت کشیدن جلو این رو ساعت 7 زد ما کامل رفتیم رفت رو عصب اسفرینکسمون ما پای چپمون 3 سال میدوید خودش یعنی خودم را میرفتم پای چپم میدوید پای چپم رفت المپیک بعد یوسین بولت دوم شد نقره المپیک گرفتیم سری چقدر ای بده بزنیم برای من خاطر زندگی یه این ما چی بده وجدانم این جدی میفرمایی؟ حالا میخوایم من نزدیک من بفهم اگه اجازه بدین شما بدین بزنین من اجازه بکنم شما دارین ما رو میزنین اینجوریه؟ آقا چه بزن بزنی هستی پشت جای شما خالی هست حواست باشه آقای همساده خیلی جای مختلف میره ممکنه که آقا من خودم 7 سال پشه بودم 7 سال پنجی بودی؟ بله جدی میفهمی؟ بله بله خب الان اگه 7 سال پنجی بودی شما من الان چند وقتی هست که این ایرنج خب هر کاری میکنم که بگه بده بزنیم یا بزنیم نمیزنیم شما چیکار میکردی میزندی؟ من مالاریا منتقل میکردم این خود تکنیکم با شما فرق میکرد شما خود اصلا پشوش ساده باشی بله نه من ناقل بودم من به دیوار که تکیه میدادم دو تا پای عقبی میگرفتم بالو 4 تاش میچسبوندم به دیوار من ناقل بودم شما ناقل نیستی؟ نه ببین من فقط تنها مشکلی که دارم که شما الان میگی من فقط وقتی که میزنم خب یه سری از خصوصیات طرف مقابل به من انتقام میاد تو وجودت آره مثلا همین الان این شمشیر رو میبینی از 2 ساعت پیش دستمه ولی من هیچ کس رو نزدم ولی نمیدونم این اثر چی بوده که دستمه فکر میکنم هاتوری هانزو رو زده باشی هاتوری هانزو چون این شمشیر رو مال هاتوری هانزو هست مگه هاتوری هانزو این از این بغل زندگی میکنی نمیدونم کجا رفتی تو خب من نمیدونم اصلا من 2 ساعت پیش احساس کردم بعد شمشیر داشته باشم این جور موقع آقای همسایه من چیکار بکنم ببین نگو شما بایستی از سقف آویزون بشی قشنگ اجازه بده این خونه که خوردی بیاد تو سر نه این کارو کردم این جواب نداده نه اصلا خب یه اکسپکت
اکسپکتورانتی با خوشحال بهتر شدی. اکسپکتورانت؟ من چون اکسپکتورانت میخوایم من آروم میشم. اصلا آقا میدونی من اصلا داروهای شیمیایی و اصلا دوست ندارم. میدونی چی میگم؟ من معتقدم که باید همه چی طبیعی باشه. سنتی دوست میداری؟ بله بله. خب یه گل گاو زبون میدم بخور بخور آرومت میکنی. گل گاو زبون؟ این از گل گاو زبون تو خودت لطف کنی بخوری که من وقتی میزنمت این گل گاو زبونم به من منتقل بشه. یعنی آخرش قرار شد من بدم بزنی؟ شما یعنی اجازه میدین که من بزنم؟ من حس کردم تو مذاکرمون نهایتا شما باید بدی من بزنی. من اینجوری حس کردم. من بدم شما بزنی؟ چرا؟ حالا یه بار بعد عمر یکی بده ما بزنی. نه آقا یه خجالت بگیش مگر شام پیرم رو میکشم سن جوان بدن جونم میکنم. حالا سوی بعدی عمری پشه یه موجودی مجهز و شمشیر هست توفه این وقت ما بیار. میگه دوست آن است که گیرد دست دوست در پریشان حالی و افتادگی. اگر که امکان داره که کسی در اطرافتون هست کمک بکنید و شب راحت میگیریم میخوابیم. دستشو بگیرید، دست کسی رو بگیریم، دستشو بگیریم، مثلا میخواد بره از دیوار بره بالا دستشو بگیریم. تو چرا اینجایی؟ چرا نرفتی بخوابی؟ اومدم گیرم دست تو. دست منو بگیری؟ افتادم در پریشان حالی و چیز؟ در پریشان حالی و افتادگی. 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 من خواهشم اینه بچه باید سر ساعت بره بخوابه. شما لطف کن بره بخوابه. بچه باید سر ساعت بخوابه. چه خبر؟ خبری نیست. من فقط یه سر دلنگرانه این نوک خرابم. باز چیکار کردن؟ این داداش تو، اینا بهش میگن داداش، با هم دیگه میگن داداش. میگن این داداش تو نوک خراب یه چیزایی از بیرون ور میداره میاره خونه. آه آره بازم یه چیز برداشتم الان. آره. میرم دهنشو ساز بزنم. نه بزن. نه باش صحبت کردم، قرار شد دیگه این کارو نکنه. حتی منم نباید برخورد بد کنم. آفرین. باید آدم راه رو بهتر پیدا کنه تا که دعوا و فوش. آفرین. آدم باید بگرده بهترین راه حل رو پیدا کنه. آفرین. چقدر قشنگ صحبت میکنه. چسب قطعه. خیلی تو قشنگ صحبت. من خیلی قطعه. چسب قطعه چیه؟ به چسبونم به نوک هست دیگه. نوک کی؟ نوک خراب؟ نوک خراب دیگه. خب نمیتونی؟ چند نفر نوک دارن الان؟ خب نمیتونی غذا بخوره که؟ همون دیگه. آدم میشه. آدم میشه دیگه. دست من نمیداره. نه حرف بد نه. حرف بد لطفا نزن. تماس آخه آبرومون رو تو در همسایه برده. نه آبروی نبرده، بچه خوبیه. هرچی من دارم اعتبار جمع میکنم، اون داره اعتبار رو پهن میکنه. تو اعتبارت خیلی خوبه. اعتبارم خیلی خوبه. آره. خب بگو ببینیم چه حال خبر. تو چه خبر؟ خوبه کاسبی؟ آره خوبه. همیشه خوبه؟ آره خوبه. چیه یه قیافت یه جوریه؟ نه چرا؟ نه خوبم. من تو چه خبر؟ من تو رو میشناسم، یه چیزی هست. نه من نه، نگران تو هم. نگران من نباش، تو من نگران تو هم. منم نگران تو هم، چه جالب. تو نگران من، منم نگران تو هم. جالب نیست؟ چرا؟ خیلی جالب. قابونت بدم تماس، حواس چیزی نکردی؟ من؟ افرادم حواس مثلا چی؟ الان دیر وقته برای شب. خب نه میدونم، برای من دیر وقته، برای تو که آدم بزرگی که دیر وقت نیست. قابونت بدم. تو حواس چیزی؟ میخواب برم یه چیزی بعد بخرم. نه تو حواس چیزی کردی؟ من نه. راست شو ببین. نه حواس چیز کردم، آشپزی. آشپزی؟ میخوام برای اولین بار دوستان آشپزی کنم بدم. حد زدم، گفتم این حواس یه چیزی کرده. افرادم میخوام امتحانش کنم. امتحان مثلا ماکارونی درست کنی؟ افرادم برای تو. آها من گفتم مثلا من که سیرم خب ولی یه ها تو اگه از خواب بیدار بشی یه ها حواس کنی چیزی نداشته باشی، من به عنوان بزرگتر تو مسمومیت میخوام. تماس مسمومیت ندارم. مسمومیت میخواد. چرا مسمومیت داریم؟ ماکارونی هم داریم؟ دارم. نونشو نداریم. تماس خب الان تو نمیخوای من یه چیز بعد بیارم بخوری؟ شما پول گرفته بودی
رفتی ساندویج ماکارونی بخوری خورد یا نه؟ خوردم. پس چرا اصلا شاد نیستی؟ خوشحال نیستی؟ خوشحالم. چه خبر؟ علکی؟ افتادم. راستشو بگو. تو که میدونی من دوست دارم بچه راستشو بگه. تماس آخر من به هیچ کی نمیگم، فقط خودم. آخه خب همون مشکلم خودت. خب من روم میکنم اون وقت. دوام میکنه آخه. نه چرا دوام کنه؟ فلفل میرزه رو دستم. من نه، من کی این کارو کردم؟ یهو ممکنه هر موقع ممکنه شروع کنه به فلفل ریختن. نه نه من هیچ وقت تا الان نریختی، یهو ممکنه بده. نه نه میکنه. یا ممکنه بزنه به سرت. نه من فقط همین که جلو دهنتو میگیرم وقتی. از معدن نزاد که جلو دهن چرا؟ من. نه نه حرف بد، نه حرف بد. نه یه لحظه یادم رفت فکرم که دهن شما رفتی ساندویج ماکارونی بخوری خوردی یا نخوردی؟ نگی به اون خره. باش بهت میگم. اون خره نگی یا باش. خب اون خره دوست داشت ببینی ساندویج ماکارونی چه مزه‌ایه. آها دیدم با هم داریم میرین. آفرین یواش حرف بزن دیگه. آره با جیگر. آفرین. اون عاشق ساندویج سس سس سونس ببین خیلی دوست داره. حالا رفتم به آقا منوچهر ساندویچه گفتم ببین سس اضافه. گفت بچه تو دوباره باز حواس سس زیاده کردی. گفتم حرف درمت بفهم حالا هزینه زلب مغازت از رود ساندویچ مکنه. خیلی خوب، خیلی 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 خوب. حرفای چیز نزدی که نه آخه یه جوری مجبور بودم یه جوری بگم که بگه باشه بابا بیاشه باشه بیا ده تا سس. اون وقت سس برداشتی دادی به اون؟ بابا سس میزدم روی ساندویچ مکارونی میچکرد ازش تماس بعد ساندویج مکانی اون صدام زد گفت بچه واقعا تصمیم گرفتی من رو بدیم به یک دیگه؟ گفتم چیکار کنم؟ سگ خورد چیز خر خورد دیگه دادم این خر خورد دیگه. بچه خوبی اون؟ آخه بدبختی اینه همه شون بچه خوبی هست. من اینجور بخوام ادامه بدم دیگه چیزی ازم نمیمونم. گشنگی میمیدم تماس. آره فامیل دورم برای چیزی میخری؟ آخه مثلا دو روزه هرچی گل میفروشم میدم میدم غذا چیز دمه در تخمه اینو میدم به فامیل. بخوریم با هم دیگه. بخوریم با هم. چه پسر خوبی. زندگی نذاشتم برامون. حالا برو بگی بخواب. تمام چجوری بگیدم بخوابم تو معدم یه صدا هم نمید. آه دلش در معده کجاست؟ گرسنش من برم به این یه چیزی بدم. معده کجاست؟ معدت اینجاست. اینجا اینجاست؟ آره. خب میشه باز حرف بزنی اینقدر صدام نکنه؟ باشه باش هم میگم دارو خدا یه چیزی برست. من بلنشم برم یه چیزی برای این درست بکنم بخوره این بچه همون که قهرمانه. افرادم ببینم مگه فامیل دور شماست. خب میگه که این بچه هست مگه بچهش کار نمی کنه باز یه چیزی بخواده. یه بچه داره اینقدر بامزه هست. آه اینقدر با باید ببینیش. برا چی شد؟ چی شدی؟ بچه فامیل بچه فامیل دور بچه فامیل دور شما من خدافظی میکنم با شما. پیدای امو کوچولو موچولو کجا بودی؟ حالا اونجا نری بالا خطرناکه. برا خوش میگذره. آخ آخ دوباره این اومد. تماس تو دو خدا منم برم اون بالا لیز بخورم. ببین این خیلی خطر بعد بری مواظبش باشی. این چه کوچولو من ببینم. بچه حالت خوبه؟ نه کن با کله میخوری زمین. حال میده اما بچه این تربیت کرده این اینم چرا مثل باباش بلد نیست حرف بزنه درست. این چرا قشنگ یه ذره حرف بزن برم بچه بیا اینجا یه ذره حرف بزن درست وایسا. چی شد؟ قشنگ حرف بزن سلام حرف بزن واقعا زشته. سلام بکن نیافت خیلی زشته. نه خیلی هم خوشگله. سر رو بره کن سر رو بره حضور نروز نروز رو بده. خب هستی کوچولو مچولو بیا ببین قشنگ حرف میزن. ببین این چیز نیست. خدا خدمت شما. تمام خدا حفظه میکنیم با شما کار. منم خوشم میاد از این آره فقط خیلی شیطونه. چی شده؟ جای ابرو سبیل داره. چطوره؟ بچه فامیل برم بیا بریم با هم دیگه بازی کنیم. خیلی ممنون عزیزم بریم. شواهد واسه آقا منوچهر که دستور داده ما رو بندازن این تو زهر مار کنیم. سلام ببخشید
صدا این بچه ها رو آوردن. من فکر همه چیو کردم، تای باغ یه جو درست کردم مخصوص بچه‌ها. سرمونشی رمان دیدن انداختن. فقط اول باید یه راهی پیدا کنیم از اینجا بریم بیرون. معلوم هست چه غلطی می‌کنی؟ هیچ غلطی نمی‌کنی. اگه باد اون بچه رو برده بود عروسی به هم میپرد، اون وقت ما چه خاکی تو سرمون میریختیم با یه ماشین و این همه مواد. یعنی میخوای حالا آقا منوچه رو بگیری؟ بزن قدش. جنجال در عروسی. کنم یه مامونه که افته تو شهر بایم.